صبح بخیر. صبح بخیر. اصلا نتونستم بخوابم. آخ. چیزی که دیشب دیدی؟ من چیزی ندیدم. الانم خوابم میاد. گیج شده بودم. خب شب قبلشم من احمق بازی در آوردم. حساب بیز کدوم شه؟ همون شبی که گفتم کوزایی به خاطر تو مبارزه میکنه. بهت گفتم که کوزایی دوستت داره، ولی اصلا همچین چیزی نیست. خب چرا همچین چیزی نیست؟ چه میدونم، اون شب اعصابم خورد بود. اون داشت خودشو به کشتن میداد، تو هم تشویقش میکردی. شاید به خاطر این بوده. اون موقع یه چیزی حدس زدم، ولی اشتباه میکردم. اصلا وقتش نبود که با کوزی در موردش صحبت کنم. چه موقعی؟ قبل از این که تو گناهی با هم باشی. اما مطمئن نبودم، همش ساخته ذهنم بود. خوبه، خوشحال شدم. سیما یا دیدی؟ دو روز نتونست ازش دور بمونه. آشنا شدی؟ خوشگله مگه نه؟ گندمی و خوشگل. وای دارم از بیخوابی میمیرم. اگه خورخورم کردم بیدارم نکن. خب باشه، اگه اذیتت کرد پشو برو، ولی بیدارم نکن. بذار تو حال خودم باشه. از این که دلت برام تنگ شده خیلی میخوام دوش بگیرم.
بعدشم بریم صبحانه بخوریم. باشه عشقم. آخ من میرم به گونه ای سر بزنم. علی علی من میرم پیش گونه ای، زود برمیگردم. خب من چه که میخوای بری پیش گونه؟ بهت گفتم که بیدارم نکن، گیر یه مش خل و چل افتادم. خدا وای خدای خوبم میاد، نمیذارم بخوابیم. تو هم گلف بازی میکنی؟ نه، برای من ورزش آرومیه. پس هیجان دوست داری؟ ها بله. خیلی اخموه ولی خیلی خوشگله. از بچه های دانشکده داداشته؟ چطور آشنا شدن؟ از بچگی با هم بزرگ شدن. اولالا آره دیگه. خیلی قدیمی، عوضش کن. سلام ماما جون. چطوری پسرم؟ خوبم. به برادرت زنگ میزنم، نمیتونم تماس بگیرم. اون تو زمین بازیه، تلفنش هم باید خاموش باشه. چی شده؟ صاحب مغازه اومده بود اینجا، اعتراضمون قبول نشد. گریه میکنی؟ باید تا یه ماه دیگه ساختمونو تخلیه کنیم. خب چی بگم بابا، تا شنید دیوونه شد. چی کار کنیم؟ ما هم تخلیه میکنیم. کارشو ول کرده، رفته پشت نشسته یه ساعت. ای خدایا. ناراحت نشو، دنبال یه جای دیگه میگردی، جای دیگه مغازه میزنی. تو هم بهش فشار نیار، تا عصر آروم میشه. کاش به همین راحتی بود. ناراحت نشو، دنبال یه جای دیگه میگردی، جای دیگه مغازه میزنیم. مگه چی میشه؟ دیگه خودتو ناراحت نکن. باشه مامان جون. برای تو که همه چی آسونه، به هر حال به برادرت بگو. بهش بگو. خیلی خوب. باش. بگو یه فکر چاره ای بکنه. یه فکر میکنم. وقتی کارش تموم شد بگو با من تماس بگیره. باشه میگم. چی شده؟ تو چرا انقدر کنجکاوی؟ شما مغازه دارین؟ کجاست؟ تو استانبول. کجا میری؟ باید با داداشم حرف بزنم، تو ادامه بده، من الان میام. آتیلا خان، ارگانیزاسیون بسیار عالی بود. حاله ارگانیزاسیون رو دخترم انجام داده، طبیعی که باید همه چی عالی باشه. با این حساب سال بعدم کار ارگانیزاسیون با منه. چه خوب. متشکرم. جمره آره تو هم باید یه فکر اساسی باشید دیگه. اومدی گونه یو ببینی؟ بله. توه الان میاد، تبریک میگم. برای چی؟
قراره که نامزد کنی. بله برونه، مراسم نامزدی برای بعده. به هر حال ممنونم. ببین دامادم اومد. گونه سب کن الان میاد پیشت. بله خب، در برگزاری اینجور مراسم باید تمام جمره موارد رو در نظر گرفت. خب کاش با این سر وضع نمی اومده اینجا. مگه اینجا محدودیت پوشش داره؟ بی خیال عزیزم، بیا. حالا اگه باعث خجالتت شدم معذرت. شلوغش نکن دیگه، مگه چی کار کردی؟ حوصله سر رفت؟ آره. تازه امروز با یه نفرم آشنا شدم. کی؟ دوست دختر کوزه اومد. چی؟ اسمش سیمایه. اخ باورم نمیشه، این پسره هیچی حالیش نیستا. تو از من نشنیده بگیر، بالاخره تو هم با اون روبرو میشی دیگه. میگم یه جوری رفتار نکن که بفهمه. داداش چی گفت؟ از دست عصبانی شد؟ چی میخواد بگه؟ تو هم گیر دادی یا؟ آتیش بزرگ درست نکن، یه وقتی چیزی بهمون میگن. آه، تازه آتش میگریزی ترش و خامی چون خمیر. میخواد همه چی عالی باشه. مراسم داره شروع میشه، نمیخوایم بیاین؟ برامون مهم نیست. میبینم اتون. درد بی دردی علاجش هست. تو از یه چیزی ناراحتی؟ لابو چیزی گفته. کاش نمی اومدم. این چه حرفیه؟ اصلا اینجوری نیست. گونه هر کاری من بخوام مجبوره که انجامش بده. پس تو اصلا فکرش نکن. همچین اجباری هم هست؟ آره هست. ای جان. کمی بعد جوایز به قهرمانای گلف اهدا میشه. به جز کاپ سورپرایزهای دیگه هم در نظر گرفتیم، هم در خارج از کشور و هم در داخل ترکیه. بورسیه و امکاناتی رو در نظر گرفتیم. شبتون بخیر. نه نمیدونستم کوزه چیزی به من نگفت. من دارم از تو میشنوم. عجب آدم سر به هوایی. حالا باید چی کار کنیم؟ باید دنبال جای دیگه ای باشیم. چاره دیگه ای نداریم. همه ی نظممون به هم میریزه. خودت تو ناراحت نکن مادر من. همه چیزو بسپار به من، درست میشه. الان باید قطع کنم مامان جون. فردا به دوباره زنگ میزنم. باشه؟ باشه بسر. معلومه حواست کجاست. حواستو جمع کن. دیگه یکم حواست به مراسم باشه بد نمیشه. یه دستت که به تلفونه، حواستم که معلوم نیست کجاست. یکم به کار توجه کن. من اونو تو کارویستم دیدم، از استایلش حیرت کردم. با اجازتون باید شروع کنم. ببخشید. آهان درسته. دوباره سلام به همگی. نمیخوام زیاد منتظرتون بذارم، برای همین برای اهدای جوایز مدیر گروه سینان ایر، جناب آقای اسکندر سینان ایر رو به صحنه دعوت میکنم. بابا جون. شبتون بخیر.
خیلی متشکرم که از جشن فستیوال گلف امسال انقدر خوب استقبال کردید. گویا صدای بیرون مزاحم برگزاری مراسم، از دوستان انتظامات میخوام که پیگیری کنن. انتظامات کجاست؟ خبرشون کنید. جانم داداش نمیخوای ساکت باشی؟ علی بیا کنار، بیا وسط، بشین وسط، بیا وسط دیگه چیکار کنی؟ کنار عزیزم برو، کنار چی شده؟ علی علی جان مسخره بازی در نیار، پسر از چه میبینم؟ اگه با تو نیستم بیا. زیمای زیمای بگه بشین زیمای هی بس دیگه جمعش کن ببینم. باشه بابا، حالا نده، داریم اینجا ممنوعه، متفرق شید. دیگه تموم شد، دیگه تموم شد. ول کن. خیلی خوب برادر، یه لحظه اجازه بده. صداتون زیاد بوده، شکایت کردن اون طرف سمیناره. نشنیدی؟ زود متفرق شید ببینم، دست تو یکش ببینم. عجب آدمی هستی. بیا برو. بیا برو. کوزه. هی بهت میگم کوتاب یا بس کن، ول نمیکنی. آقا حالت خوبه؟ همون درسته، ولم کن ولم کن، کاری بهش ندارم. ولم کن ولم کن عزیزم، ولم کن. عموشون این دست خودش نیست. مگه تو آدم نیستی؟ کسی ساکت باش. چقدر علاف شدیم، نمیشد حداقل یه ماشین کرایه میکردی؟ کی میخواد رانندگی کنه با این اعصاب داغون؟ من که رانندگی نمیکنم. کوزه رانندگی میکرد. کوزه گواهی نامه نداره. ها؟ چرا نداره؟ تو واقعا گواهی نامه نداری؟ راستش دست فرمونش خوبه ولی گواهی نامه نداره، از امتحانش میترسه، هنوز نتونسته بگیره. دیوونه ای تو کوزه. اتوبوس خیلی دیر میرسه، بریم اینجا یه چای بخوریم. باشه. یواشتر برین، با این پاشنه ها که نمیتونم راه بیام. داداش ببخشید، اصلا منظوری نداشتم. هی در گوشم وز وز میکنه که نمیدونم کوزه ماشین کرایه کنم، از این حرفا. خواستم ساکت بشه، اینطوری گفتم، از دهنم پرید. مهم نیست، بی خیال. مسافرتمونو که خراب کردم، حالا هم آبرو تو بردم. تو رو خدا منو ببخش داداش، معذرت میخوام. کوزه وا کن اون اخمارو. بازم خجالت زده شدم. مگه چند نفر از کسایی که اونجا بودن میدونن که اون برادرته؟ فقط اطرافیان بانو میدونن. آتیلا خانم چیزی نگفت. ملتم همه به حال خودشونن، نگاه کن. تو چرا باید خار بشی عزیزم؟ مگه تو داد و بیداد را انداختی؟ کاری که داداشت کرده به حساب تو نمی نویسن. گذاری همیشه من خجالت زده میکنه، همیشه. بانو دیگه این پسر شورشو در آورده. چی داری میگی؟ انقدر تحویلش نگیر، هر کس باید حد خودشو بدونه. اون حدودش مشخصه، گنه دوست منه. اون تو دانشگاه دوستته، نه توی زندگی خصوصیت، خصوصا اینجا. اون یکی از کارمندای منه، پس اینو فراموش نکن. اون یه آدم بی‌دقت، بی‌مسئولیته، یه آدم اضافه است که تو جمع ما اومده. باریش صدات کن، بابات صدات میکنه. من راجع به دوستای تو نظری نمیدم، لطفا تو هم در مورد دوستای من کمی محترمانه تر باش.
دوستای من. چیه بازم بحث میکنی؟ به نظرت چرا باید بحث کنیم؟ ما هرچی میخواییم اونو دورتر کنیم اون نزدیکتر میشه. ولش کن، مجبورش نکن. ببین، باباش پی به حساسیت موضوع برد و پیشگیری کرد. با جان آشنا شده بودی وانو؟ جان کاتمان اغلو. سلام. پسر اردینچ بی هستن، همین امروز صبح رسیده. خیلی خوشبختم. منم همینطور. پارسال یه بارم آشنا شده بودیم ولی بله، تو نیویورک یادم اومد. بله. اما تو واشنگتن درس میخوندی؟ درس دیگه تموم شد، منم برای همیشه برگشتم. عالیه. بابات که میگفت گلف باز حرفه‌ای هستی. حرفه‌ای که نمیشه گفت، متوسط. فردا میبینی. مامانم اگه بفهمه امشب با هم دیگه تنهاییم دیوونه میشه. شایدم بکشه منو. چی میخوری عزیزم؟ هیچ. یه چایی خوب درست کنم یا اینکه قهوه؟ نه ممنون، میخوام برم صورت هم بشورم. کیه؟ الو. بگو کسی. نشد حرفی بزنیم و خداحافظی کنیم. برو به سلامت. من نمیخواستم اینطور بشه، میفهمی؟ یعنی اصلا دوست نداشتم اتفاقی بیفته که تو رو تو شرایط سختی قرار بدم. خواستم مانع بشم اما نمیدونم چی شد، بازم نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. باشه، مشکلی نیست. انگار من آهن ربا دارم، هر چقدر سعی میکنم دور باشم باز یه جوری گیر میافتم. اونم چه گیر افتادنی؟ بعد از ما مشکلی برات درست نشد؟ اخراجت که نکردم؟ نه. اصلا نیاز نبود که پاشی بری. نه دیگه، اونقدرم پر رو نیستم. معذرت میخوام. خیلی خوب، گفتم که حله. خب دیگه، خداحافظ. سفر خوبی داشته باشی. ممنونم. راستی گنه ای؟ مامان زنگ زده بود در مورد مغازه، باید تا یک ماه اونجا رو تخلیه کنی. خودم باش حرف زدم، اصلا ناراحت شده. دیگه وقت نشد بهت بگم. حالا بعدم با هم دیگه حرف زنیم. باش. بابا تا همه چی ممنونم. بی خیال دیگه، ما هم پس فردا برمیگردیم. به امید خدا. به سیمایی هم سلام برسون. مراقب خودت باش. سلامت باشی. خداحافظ. من برم صورتم رو بشونم. مبارک باشه. ممنونم. قشنگ شد.
مامان بده من. دلم برا تنگ شده بود. منم. خب چطور بود؟ وای مامان جاهای قشنگی دیدیم، عالی بود. بازم از این که اجازه دادیم ممنونم. من اینا رو بذارم اونجا. گونه بگو ببینم بقیه کجان؟ اونا زودتر برگشتن. یعنی چی؟ شما سه روزه رفته بودی؟ بلیت هواپیما پیدا نکردن، مجبور شدن شب قبلش با اتوبوس برگردن. آره. سلام داداش یلماز. سلام. از کجا میای؟ از آنتالیا. خب چه خبره داداش؟ سلامتی. خب خدا رو شکر. فعلا من دیگه راننده رو بیشتر از این معطل نکنم. باشه؟ باشه. ببینمت مامان. گونه اینا میخوان بیان خواستگاری. آخو یه لحظه صبر کن الان میام. ما کلی با هم دیگه حرف زدیم. گونه یه میگه دیگه منتظر نمونیم. من البته زمانی که شما مناسب بدونید. نظر چیه؟ اینا چیزایی نیست که راجبش اینجا حرف بزنیم. مامان. بله بله کاملا حق با شماست، اصلا اینجا جاش نیست. من فکر میکنم که چمره یکم عجله کرد. هر وقت شما صلاح دونستین ما خدمت میرسیم. ببینم چی میشه. خیلی خوب تو برو، من بهت خبر میدم. نمیخواد نگران باشی عزیزم. همینجوری که آدم یهو نمیگه، به منم یه ندا بده. مامان منو نمیشناسی، همیشه همینطوریه. باشه میبینمت. راستی تو سر کار نمیری؟ لااقل این نصف روزو میرم، ولی تو بیرون نرو، استراحت. باشه خدافظ. خدافظ. جمره خوش اومدین جمره خانم. سلام جمره خانم. خیلی ممنون. شما انبار جمع و جور کنین، کاسای رنگمون خشک شدن. بشین اینجا. چه خبره؟ منو ببین، چی بینتون شده؟ هیچی بابا. برای چه عجله میکنین؟ خواستگاری دیگه از کجا در اومد؟ قرار بود آخر ترم وقتی درس گونه تموم شد بیان خواستگاری. اونجا فرصت گیر آوردیم با هم دیگه حرف زدیم، گفتیم حداقل حلقه دستمون کنیم تا بعد. باید اینجا حرف بزنین. چی میگفتین اونجا؟ منو ببین، راستشو بگو. وای مامان. بشین سر جات. حتما اونجا اتفاقی افتاده. نکنه مجبورت کرده. آه بازم حرفای بی خود. پس چرا اینقدر آتیشتون تنده ها؟ چرا اینقدر عجله میکنین؟ برای اینکه راحت بتونیم بگردیم، برای اینکه این رابطه رسمیت پیدا کنه، چیز دیگه هم نیست. قرار بود اول تابستون بله برون باشه، آخر تابستون هم نامزدی. وقتی هم که گونه از سربازی برگرده عروسی کنیم. ولی وقتی اونجا با هم دیگه حرف زدیم، دیدیم برای نامزدی منتظر موندن کار احمقانه ایه. آخه برای چی باید انقدر منتظر بمونیم مامان جان؟ چرا؟ آخه چرا؟ خواستیم لااقل یه انگشتر دست هم کنیم. چرا؟ دلمون اینطور میخواد، چرا نداره که؟ صداتو بلند نکن. تو هم تا ما رسیدیم انقدر سوال پیچمون نکن. پس چرا کوزه زود برگشت؟ گفتم که موقع رفتن گفتین با هم برمیگردین. نه خی، همچین چیزی نگفتم. من که نمیدونستم بلیط برگشت نداریم. هر حرفی میزنم یه حرفی از توش در میاری. بس دیگه. خدای خدا، از اون چیزی که میترسیدم سرم اومد. به خاطر همین کاراته که میخوام زود نامزد کنم دیگه. فهمیدی؟ هر چه زودتر ازدواج کنم و برم از دست تو هم راحت بشم. چطور انقدر راحت میگی من نمیدونم؟ پس چی کار کردی؟ چه کاری از دستت برمیاد؟ بارو خودتو رنگ کن. سر من شیره نمال جوجه. به تو هم پول دادن مگه نه؟ ها؟ آره دیگه معلومه پول دادن. بارو بابا از همه تون شکایت میکنم، از همه تون شکایت میکنم. میندازمت زندان عوضی.
نمیذارم آب خوش از گلوت پایین بره. زن و بچه منو میخوای آواره کنی؟ بهت میگم دنیا دست کیه. ای توف به اون رود بیا، توف به قبر پدر پدر سوختت. مرتی که معلوم نیست چقدر گرفته که روز آخر دادگاه رو به ما نگفته. اینم خریدنش، از من بپرس اینم خریدنش. با اینم تبانی کردن، ولی من تا آخر خط وایستادم. آره بیچارش میکنم، از همشون شکایت میکنم. پدر من، نتیجه اعتراضت همینه دیگه. اگه دوباره قرار تخلیه صادر کنن چی؟ باید یه بار دیگه اعتراض کنیم تا به قاضی ارشد ارجاعش بدن. یه چاره‌ای باید باشه دیگه. اما دوبار این قرار صادر شده. اون وکیل بیشرف به کارمون رسیدگی نکرد، تازه رفت با این پس فسطا تبانی کرد. نمیریم، تخلیه نمی کنیم. زود باشین اگه میتونین منو از اینجا بیرون کنین. نمیخوام برم، نمیخوام برم. سال هاست که داری سعی میکنی، آخرش که چی؟ دیدی که نمیشه. به خاطر اینکه وکیلمون بیشرف و متقلب و بیارزه بود، اصلا میرم یه وکیل دیگه میگیرم. دوباره اعتراض میکنی؟ هیچی درست نمیشه، همش داری زمان تو از دست میدی. ما تو این دعوا باختیم بابا. ملکشه، دوست داره آپارتمان بسازه، هر غلطی که میخواد بکنه. ما باید زودتر خالی کنیم اینجا رو. تو چی میگی این وسط؟ سامی، تو هم از اونا طرفداری میکنی؟ میخوای بندازنمون اینجا بیرون؟ فکر میکنی احساس کشی کردن راحته؟ به این راحتی جای جدید میگیریم؟ خوش اومدی پسر. زمان نداریم بابا، زمان. مثلا تو خیلی میدونی. جامونم که تنگه. خب میری بیه جایی بزرگتر پدر من. اون خونه ای رو که میگی کی میدن؟ بریم بگیریمش. خب میری بیه جایی دیگه مغازه میگیریم. تو پولشو میدی؟ آره، منم کمک میکنم، هر کاری از دستم برگیاد. تو خلاص میکنی؟ من دارم سعی میکنم به تو کمک کنم. برای اصحاب منو خورد میکنی. بیا پسرم بیا. تخلیهش نمیکنم. هر چی میکشیم از این لشوازی منو نمیتونن اینجا بندازن بیرون. تخلیهش نمیکنم. مثل کیو میخوای؟ نمیکنم، نمی کنم. عجب آدم لجبازیه. خیلی عصبانیه، کاریش نداشته باش. اونم میدونه که دیگه نمیشه کاریش کرد، ولی بدون داد کشیدن آروم نمیگیره. میشناسیش که مادر من حکمو صادر کردن. فردا با پلیس میان حکمم اجرا میکنم، میره پیکارش. خوش اومدی. ممنونم. کوزه کجاست؟ رفته پی کار. خیره انشالله. از آنتالیا به خاطر همین زود برگشته دیگه. باهاش تماس گرفتن، گفتن که بیاد. خیلی هم خوب، خیر باشه. آمین. خب دیگه گواهینامه‌مو بهم بدین. کاش به این راحتی بود. ولی من ولی من خیلی وقت رانندگی میکنم، دست فرمونم هم خوبه. اگه دستم من بود همین الان میدادم، اما باید امتحان آیین نامه بدی. حالا چیکار کنیم؟ این چرا انقدر در میره؟ وقت زیادی نمیگیره. برگه ها که آماده شد ازتون امتحان میگیریم. چقدر خوب. صبح آرایشگاه بودم، موام رفته تو لباسم. لطف میکنی فوتش کنی؟ ببخشید. تموم شد؟ یه ذره دیگه. بهتر شد. ممنونم، راحت شدم. آه راستی، هزینه ثبت نامم الان تقدیمت. با برگهاتون یه جا میگیری؟ الان که پول پیشم هست بذار حساب کنم. ممکنه که یه خانوم خوشگل ببرمش کافی شاپ، تمام پولمو واسش خرج کنم. ببخشید. شما بفرمایید، من هرچی لازم باشه بهتون میگم. اینجا ننوشته؟ نوشته دیگه، مگه نه؟ بله درسته،
اگه تا شنبه آماده کنید، چهارشنبه میتونید تو آزمون شرکت کنید. خیلی متشکرم. پس میرم مدارک آماده کنم. به امید دیدار. خداحافظ. ببخشیدا. میبینمتون. باشه. سلام، چطوری؟ خوبم. تو؟ منم خوبم. ببین چی میخوام بگم. از تو خونه میخوام آشپزی کنم. همین. چند تا از دوستان میان، نزدیکترین دوستای کاری من. خب که چی؟ میخوایم خوش بگذرونیم. دوست داشتم بیام ولی امشب خانوادگی دور هم هستیم. نمیتونی در بری؟ میخوام غذای خوشمزه درست کنم. به همشونم گفتم. باشه عزیزم، کاش اولش از من میپرسیدی. عموام، داییام، خلاصه همه هستن. نمیتونم جیم بشم. مامانم داد و بیداد را میندازه. شما شامتونو بخورین. من شاید بعدن اومدم. وقتی همه رفتن وقتمونم به غذا خوردن اینجور چیزا هدر نمیشه. ولی من میخوام به دوستان معرفیت کنم. ای بابا، هرچی باشه یه روزی آشنا میشیم دیگه. خیلی خوب، بعد الان قطع کنم، میرم بانک کار دارم. باشه، خب بای بای. بای بای. چی شد، نمیاد؟ مهمونی خانوادگی دارن، میگه آخر هفته با دوستات آشنا. مهمونی خانوادگی؟ مگه تو دعوت نیستی؟ هرچی باشه با داداش و زنداداش رو آشنا شدی. تو رم دعوت میکرد. اوه صبر کن، چه خبره؟ هر چیزی وقت خودش شده. هنوز فکر کنم سر قراره. زد رو اشغال. خب جمره چی کار کرد وقتی کار میکردی؟ حوصله سر نرفت؟ نه خیلی هم خوب بود. اونجا خیلی کار انجام داد. دریا رفت، آفتاب گرفت. مگه اونجاها قشنگ نیست؟ قشنگ. یه روز با هم میریم انشالله. مامان، من و جمره خیلی وقت هم دیگه رو میشناسیم. دیگه وقتش رسیده رابطه همون به یه جایی برسه. زود نیست؟ نه نیست. مامانش چیزی نمیگه ولی از حرف مردم میترسه. مثلا همین بلند شدیم رفتیم تا آنتالیا. اگه یه حلقه چیزی دستش بود مردم میگفتن با نامزدش رفتم اونجا دیگه. منظورت چیه؟ بریم خواستگاریش، این رفت آمده رو رسمی کنیم. گونه این روزو نمیتونم اینا رو به بابات بگم. خیلی ناراحته، با عصبانیت میگه من جونم داره در میاد. شما به فکر عروسی هستی؟ مادر من نمیگم عروسی کنیم، که میگم بریم خواستگاریش. کجاش عصبانیت داره؟ پدرتو که میشناسی، عصبانیه. من خرجشو میدم، هرچی هم لازم باشه من انجام میدم. فقط شما به عنوان یه خانواده بلنشی با من میگن خواستگاری، رسم و رسوباتو به جا بیاری. باشه. اگه به اینم اعتراض داره اصلا نمیخوام بیاد، خودم بالا میشم تنهایی میرم. باشه، زمان مناسبی گیر میاریم بهش میگیم.
متشکرم. چمدوناتونو باز کردم بانو خانم. اونایی که باید میفرستادم خوشرویه فرستادم. هرگز. اما نمیدونستم اون کاپو کجا باید میذاشتم. تو اتاق شما باشه یا اتاق کار اسکندر خان؟ بذارینش تو اتاق کار بابا. باش. اینا رو دیدی؟ عکسای فستیواله؟ نه جونم. عکسای تو و کاتمان اغلوه. به همم خیلی میاین. در 11 فستیوال گلف گروه سینان ایر عشق پیروز شد. وارسین کارخانه های کاتمان اغلو و شرکت های گروهی سینان ایر جان کاتمان اغلو و بانوش کن. بابام از عصبانیت دیوونه هم بشه حق داره. فستیوال با اون بزرگی رو با یه خبر ساختگی به هم زدم. بابات که کیفش کوکه. از دوستیتونم خیلی راضیه. دیشب وقتی داشتین میرقصیدین با لذت نگاتون میکرد. خدا میدونه از ذهنش چیا میگذشت. البته باریشم آسوده شده. تو بدای این یه چیزایی راجبه احساسم به گناهی گفتی مگه نه؟ نه. اونم به بابام گفته. بابامم به خاطر همین خیلی زود بهترین کاندیدای همسری رو که پیدا کرد آورد کنارم. نه من فقط... تو فقط به کار خودت برس ونوس. بانو جون هنوز دایما به چنگ نیاوردی؟ آره قبل از اینکه باریش حاکمن امضای عقد و نزده فکر نکن که گارانتی هستی. منظورمو میفهمی؟ پس فکرتو به کار بنداز و تو کار منم دخالت نکن. داری میری؟ میخوام برم بخوابم. باش. چیزی شده؟ نه نه